سلام میکنم خدمت همیهنان عزیز و با ارادت خدمت بینندگان تلویزیون اندیشه. من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا میکنم که روزهای جمعه ساعت 9 پخش میشود، یعنی الان ساعت 9 جمعه است. جمعه ها در این برنامه یک اقتصاددان برجسته شرکت دارند، آقای دکتر حسن منصور، و کارگردان برنامه آقای امیر هستند. آقای دکتر حسن منصور استاد دانشگاه، سالها در فرانسه، سالها در انگلیس، دقایقش رو البته خودشون باید بگن. آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام جناب آقای مهری و سلام خدمت بینندگان ارجمند برنامه. امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر. به لطف شما قربان، خوبم. چندی پیداتون نبود، سفر بودین؟ آره قربان، یه سفر کشورهای آسیای جنوب شرقی بودم. من اونجاها یه علاقه هایی از کنم اکادمیک دارم و اینو تلفیق کردیم با گرمای هوا. من پارسال در 4 کشور سنگاپور، مالزی، اندونزی و عرض کنم تایلند و امسال در ویتنام و کامبوجو عرض کنم طرف های لاوس، در نتیجه 2 ماهی تقریبا در اون منطقه گشتم. سال گذشته فرمودین کجاها بودین؟ مالزی، اندونزی، سنگاپور عمدتاً. آیا این سنگاپور چه واقعیتی درش نهفته است که همه جا ازش به عنوان یک کشور بسیار پیشرفته سخن میگن؟ کافیست به ارقامش نگاه کنید قربون و وارد جامعه که میشید شما این نشاط رو که از در و دیوار جامعه میباره ملاحظه میکنید، یعنی فضای رشد که صحبت میکنیم، فضایی که در اونجا امیدواری، شادی، امید به این که آینده بهتر از گذشته هست در مورد همه، به ویژه در مورد جوانان. شما اینو در ساخت و ساز میبینید، در اینکه ساخت و ساز در اون کشور کوچیک یک لحظه در شبانه روز قطع نمیشه. همه جای شهر شبانه زیر عرض کنم نور افکنها کار ساختمانی ادامه پیدا میکنه. کشوری کوچیک با 5.5 میلیون نفر جمعیت امروز در واقع شهر کشوره، یک شهر است یک کشور. ولی این مختصر عرض بکنم که اینا رهبری داشتن به نام آقای لی خوان یو. این فرد چند سال پیش فوت کرد. این در موقعیتی قرار داشت که در واقع قابل مقایسه است با موقعیت آقای خمینی در ایران، یعنی چون رهبر استقلال مملکت بود، در اون لحظه ایشون هر چه میگفت تبدیل به قانون میشد. و اینجاست که شما تفاوت شخصیت ها رو میبینید، یعنی شما مقایسه بفرمایید بین آقای لی خوان یو و آقای خمینی، ملاحظه بفرمایید او در چنین موقعیتی قرار گرفت آقای خمینی و تمام حرفایی که در اون اوج قدرت زد، حرفای عقب افتاده، بی‌معنا، بسیج کردن مردم برای هیچ و پوچ، بسیج کردن جوانان برای اینکه با بی‌حجابان بجنگن، این بود. در حالی که این آقای لی خوان یو از اون موقعیتش استفاده کرد، تمام کلماتی که این آدم ادا کرده تبدیل شده به رسم و قانون در اون مملکت، همه مترقی. یعنی اینکه هر سنگاپوری هنوز هم که هنوزه سالانه باید 2 تا درخت بکاره با مشورت شهرداری و نوع درخت رو شهرداری تعیین میکنه، میبرن میکاره. اون وقت کشوری است از نظر تمیزی، از نظر نظم، از نظر نظام آموزشی کشور کم نظیری است و امروز از نظر تولید ملی هم یکی از بالاترین تولید ملی سرانه رو در خودش داره. من بار اولی که از اونجا دیدار کردم حدود 20 سال پیش بود. اون وقت نگران این بودم که چون 40 سالی از این مسئله گذشته بود، احتمال اینکه یه وقت مردم، جمعیت کشور که به لحاظ متوسط
جمعیت پیشرفته ای نیستن، عمدتاً از مصر و پاکستان از این عرفان. در نتیجه اگر اینها یه مرتبه پاشنشون داغ میشد نظیر اونی که در ایران پیش اومد و بلند میشدن، میتونستن یک حکومت در حد خودشون یک حکومت ارتجاعی درست بکنن. از این نظر نگران بودم که هنوز اون نسل از میون نرفته، اون نسل کهنه، ولی این بار آخر خیالم خیلی راحت‌تر شد، برای اینکه 60 سالی از اون ماجرا میگذره و نسل جدیدی که همه تربیت شده این نظام جدیدن، همه مدرنن، همه مدرناندیشن و همه انسان‌های متمدنی هستن، از کنم سکان کار رو به دستن. به این ترتیب هم دیدن داره و هم درسایی که از اونجا میشود گرفت باید در دانشگاه ها واقعا تدریس بشه. آقای دکتر، حکومت دیکتاتوری نیست که؟ ببینید، حکومت ظاهر قضیه ساختار دموکراتیک داره، ولی طبیعیست در اون مرحله گذار دموکراسی با پنجه بسیار محکم عمل کرده. یعنی ببینید، این چیزای ساده خدمتتون عرض کنم، چون جمعیت اینا حدود 60-70 درصدشون چینی هن و تعداد زیاد پاکستانی هن، شما اگر در پاکستان قدم زده باشید، نظافت خیابانهاشون دلتون رو به هم میزنه. من روزهایی که در راولپندی بودم نتونستم نهار بخورم، هر وقت راه افتادم خیابون برم رستوران، آنقدر آب دهان تو خیابون ریخته بودن دلم به هم خورد، نتونستم غذا بخورم. همین جمعیت، اگر این جمعیت رو برای آب دهن ریختن $1,000 جریمه نمیگذاش که دیکتاتوری است، خب این جمعیت درست نمیشد. انداختن تای سیگار تو خیابون جریمه $1,000 داره، آلوده کردن خیابون جریمه $1,000 داره، عرض کنم و حدود 7-8 مورد دیگر، انداختن آدامس تو خیابون $1,000 جریمه داره، و این $1,000 در برابر مزد و حقوق متوسط 400-800 دلاری عنایت میکنید. در نتیجه آره، یک انضباط تحمیلی بوده، ولی انضباطی در جهت ترقی دادن مردم. در ایران ما استبداد بسیار شدیدی داشتیم در این جلسا، بوندن در جهت بردن مردم به سوی عقب و ارتجاع بوده، در اونجا اگر فشار راهنمای ارشادی بوده، در جهت پیش بردن مردم بوده. به این ترتیب تفاوت از زمین تا آسمان است. آقای دکتر، امسال با چه اوضاعی روبرو شدید در آسیای جنوب شرقی؟ اول ملاحظه تمامی این کشورها و اینکه اینا از همدیگه یاد میگیرن، یعنی مثلا شما وقتی نسخه ویتنام رو میبینید، ویتنام امروز در اون منطقه بالاترین رشد رو داره، یعنی در حدود 10% رشد داره، و یکی از اقلام صادراتیشون صنایع الکترونیک و کامپیوتره، یعنی همون کار که سنگاپور کرد. اونا سنگاپور نیم ساخته رو، کامپیوتر نیم ساخته رو که حدود 40% ساخته شده وارد میکردن، هنوز هم این کار میکنن. اون 60% دیگر رو روش سوار میکردن، یعنی اون قسمت که تکنولوژیکه، اون رو سوار میکردن میفروختن، این رو یاد گرفتن. در نتیجه با درهای گشاده به روی جهان، با حسن روابط با تمامی جهان، از جمله بزرگترین دشمن تاریخشون با آمریکا، روابط بسیار نزدیک، سرمایه گذاری، تولید، رشد و حرکت به سوی علم و تکنولوژی، از این نظر حرکت های بسیار سریعی داره. به نظر من سریعترین رشد رو امروز در اون منطقه کشور ویتنام داره. به این ترتیب در تمامی اینها عرض کنم، درسایی که اینا این اسم اعظم رشد کجا پیدا کردن، چگونه دارن ازش استفاده میکنن، قابل استفاده است. من با یکی از اساتید سنگاپور صحبت میکردم که مشاور اقتصادی دولتم بوده، از او سوال کردم که رمز این توسعه عجیب و غریب سنگاپور چیست؟ گفت خاک اندونزی، نیروی کار مالزی، ماده خاکستری سنگاپوری، ما اینا رو تلفیق میکنیم تبدیل بشه به ثروت.
ماده خاکستری یعنی اینکه اندیشه پیشرفته و فنی شده سنگاپوری ماده خام رو به صورت نیم ساخته وارد میکنه، به قیمت بسیار بالاتر به صد به جهان میفروشه بعد از تکمیل کردنش. برای اینکه نظام آموزشی اینها یکی از پیروزترین موفق‌ترین نظام‌های آموزشی جهان. در همین زمینه واقعا باید ساعت‌ها به صورت مستقل صحبت کرد. اینها چهار رشته‌ای رو که برای توسعه اهمیت حیاتی داره درش دکترا میدادن: طب که برای سلامت ضرورت داره، مهندسی که از ضرورت‌های رشده، اقتصاد که برای جامعه شما توسعه بکنه باید متکی به علم اقتصاد باشید، حقوق برای اینکه امنیت تمام کارگزاران و سرمایه گذاران و مردم تأمین بشه در یک نظام حقوقی عادلانه. در این چهار رشته دکترا میدادن، در رشته دیگه دکترا نمیدادند. ولی در تمامی سطوح که دانشجو تربیت میکنن سطحشون انقدر بالاست که فارغ‌التحصیل سنگاپوری بدون هیچ امتحان دیگری در خیلی از کشورهای پیشرفته جهان میتونه وارد بشه و کار بکنه. کشورهای دیگر به پای کشور ویتنام نمیرسند و سنگاپور شرایط ویژه‌ای داره. یک ویژگیش اینه که جمعیت خیلی زیاد نداره، یعنی با جمعیت 4 میلیون شروع کردن، امروز 5 میلیون و نیمه. در نتیجه اصلاح کردن اونجا بسیار ساده تر از اصلاح کردن کشور 70-80 میلیونی نظیر ویتنام با اون سابقه و پیچیدگی هست. ولی در واقع جهتی که اینا برای حرکتشون گرفتن از همدیگه اقتباس میکنن، تطبیق میکنن به شرایط خودشون و به اون پیش میرن. چه جالب، چه درس هایی میتوان آموخت. حتما قربان، به جای تأسف هم هست وقتی ما میبینیم. یه طرفش زمینی خوشحال میشیم که انسان بشریت در تکاپو و پیشرفت مدامه، از سوی دیگر وقتی مقایسه میکنیم با شرایط خودمون که ما در کدوم جهت حرکت میکنیم، قطعا غم انگیزه. آیا دکتر مالزی چطوره؟ مالزی هم عرض کنم شرایط، ببینید من به مالزی و اندونزی به کشور به چشم دو کشور اسلامی نگاه میکنم که با توسعه گلاویز شدند، میخوان به توسعه برسن ولی مشکلاتی با ساختار اسلامی جامعه دارن که حل نمیشه. از این نظر باید واقعا دید که چگونه از این مساف بیرون میان. یعنی در جاهایی که مثلا در مالزی شما هر دوی اینا رو میبینید، آدم های مکلا، آدم های عرض کنم کلاهی و کراواتی میبینید وقتی وارد بانک مالزی میشید و دختر خانم های محجبه رو میبینید در همونجا. این خیلی خوبه، دموکراتیک هم هست، یعنی نه حجاب تحمیلی وجود داره نه بی‌حجابی تحمیلی وجود داره. ولی شما وقتی به قواعد و قوانینی که شهرداری میگذاره به علت اینکه شورای شهرشون اسلامی است، اون وقت غمتون میگیره، دلتون میترکه که این کسایی که در اینجا به نام نمایندگان مسلمان جمع شدن چقدر عقب ماندن. در نتیجه نظامی که به سوی حرکت، به سوی توسعه در حرکت میکنه، با ترمزهای درونی روبروست و باید دید که واقعا در مسیر تاریخی خودشون چگونه مشکلات حل میکنن. هنوز ما کشور اسلامی پیشرفته در دنیا پیدا نکردیم. شاید اولین اونها بتونه مالزی باشه، ولی هنوز به اونجا نرسیده که بگیم که از اون حد گذشته و رسیده به مرحله توسعه یافتگی یا حتی به جریان توسعه یافتگی و برگشت ناپذیر شده. چنین چیزی رو نمیشه بعد هنوز گفت. اینکه با نگرانی باید سرنوشت اینها رو دنبال کرد. آیت که بسیار خوب است که اونچه شما در آسیا جنوب شرقی دیدین در کتاب بیاورید و به حال در ایران بسیار هم کسانی که طالب این نوع معلومات هستند. شکی در این نیست آقای مهری عزیز. ببینید در دنیا کتاب‌های فراوان در این زمینه‌ها وجود داره در مورد هر کدوم از این کشورها، و من پیش از دیدار از این کشورها اقلن یکی دو سه کتاب درباره اونها میخونم که اقلن یه گزکه دستم باشه. ولی در واقع راه توسعه با راه ضد توسعه
کاملا مشخص شده است. یعنی شما یک فضای عرض کنم فضای اجتماعی غم و عجز و ناتوانی و حکم و بیقانونی دارید. این فضای توسعه نیافتگی است به هر شکلی و به هر نام. یک فضا دارید، فضای قانونی، که شما اگر حقتون مورد اجحاف قرار بگیره در 24 ساعت میتونید این رو احراز بکنید، در برابر دادگاه صالح قرار بگیرید و مطمئن باشین که حقوقتون برآورده میشه. جامعه پر از نشاط، پر از شادی، شب و روزش پر از زندگی، یعنی مردمی که گرمه کار میکنن میان شبم میرن در رستوران زندگی میکنن، برمیگردن خونه شد. شما شادی رو در همه جا میبینید. ملاحظه بفهمید، مثل این نیست که تهران و بزرگ تبدیل به یه روستا بکنن و عرض کنم زندگی ازش رخ بربنده، لبخند رخ بربنده. هنوز بعد از تقریبا 40 سال بزرگترین صاحبان عرض کنم نظر بر اون جامعه بفرمایند که شادی نباید تبدیل بشود به پایکوبی. عنایت بفرمایید، نگران چه چیزایی هستن این موجودهای عقب مانده؟ در اینکه در اون جامعه پایکوبی، شادی، خنده، اینا همه نکات مثبتی است که مورد تشویق قرار میگیره. در نتیجه مردم همیشه امیدوارن، جامعه به آیندهش امیدواره، از آینده نگسسته، به سوی آینده داره، همه مطمئنن که فردا بهتر از دیروزه. این ویژگی یک جامعه در حال توسعه است. بسیار عالی است. آقای دکتر، آقای دکتر حسین زاغفر، نمیدونم اسمشون درست تلفظ میکنم، درست بگم، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، ایشون در گفتگو با یک خبرگزاری جمهوری اسلامی در مورد افزایش نرخ ارز و تشدید التهابات این بازار اظهار داشت که این شرایط عوامل مختلف دارد که عامل عمده آنها فضای مافیایی کشور و گروه های رانتی هستند که تبدیل به بازیگر عمده بازار ارز شدند و از هر بهانه‌ای مانند خروج آمریکا از برجام و اتفاقات شب عید برای قارتگری استفاده می کنند. نظرتون چیه؟ ببینید، این ما رو میبره به موضوع ارز. در واقع مسئله ارز در ایران مثل دماسنج وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه رو بازتاب میده، منعکس میکنه و پشتش هم یک عامل نیست. عامل اساسی این است که نرخ تورم در ایران بسیار بالاتر از نرخ تورم در کشورهای دیگر نظیر کشورهای دلاری است. یعنی متوسط تورم ایران در طی دولت‌های آقای روحانی حدود 20% گزارش شده به طور متوسط، در حالی که در همین زمان تورم در آمریکا بین 2% و 0%. در نتیجه هر سال باید در مابعد تفاوت این نرخ تورم که 15 16 17 18 درصد باشه باید منتقل بشه بعد روی نرخ ارز و دلار به همون نسبت گرونتر بشه. و چون دولت این کار انجام نمیده، در نتیجه وقتی شرایط دیگری حاکم میشوند بازار به صورت خلق و سایه و فوری جهش میکنه و این تعادل رو بازیافت. این اصل قضیه است و برای از بین بردن تورم خب راه‌های بسیار طولانی، یعنی مسئله فوری نیست. مسئله در ایران صرفاً پولی نیست که بگیم که با مکانیزم‌های بانک مرکزی بشه بعد کاری کرد. اون کاری که بانک مرکزی باید انجام بده انجام داده، بلکه تقویت بهره‌وری تولید که لازمه آن بهبود سازماندهی تولید، بهبود مدیریت تولید، جذب سرمایه های خارجی و داخلی در کشور و ایجاد شایسته سالاری در کشور. اینا کارهایی است که خیلی هاشون با
جنم و گروه خونی جمهوری اسلامی جور در نمیاد. در نتیجه اقتصاد ایران به سوی افزایش بهره‌وری حرکت نمیکنه. خب اینا رو داشته باشیم. اینا دلایل اساسی و درازمدت این بحران. دلایل کوتاه مدتی وجود داره که این تشدید میکنه. خب تحریکات در درون وجود داره. اینکه ایشون اشاره کردن به گروه های مافیایی و راندخار، این درسته. از هر فرصتی که پدید میاد گروه هایی که پول های گزاف دارند و روی این نقدینگی گزاف نشستند و در واقع در کمین بازارهای مختلف نشستند، هر از گاهی به یک بازار هجوم میارن. یه روزم این بازار بازار ارزه در این صورت این. ولی به این اضافه کنید چند عامل دیگر رو. این حرکت ها خیزش ها در دیما مردم رو و گروه های دارندگان سرمایه رو نگران کرده، نسبت به آتیه این نظام بی‌اعتماد کرده. در نتیجه پولی که تبدیل می شود به دلار صرفا ده هزار دلار فلان آدم نیست، بلکه صحبت در سر میلیون ها دلاره. اینا تبدیل میشن، منتقل میشن به کشورهای دیگه. یعنی موج فرار سرمایه در ایران بسیار بسیار قابل توجهه، ولی او که آمار اطلاعی رسمی داده نمی شود، ولی سرمایه به صورت سیل از ایران خارج می شود، به طوری که در طی سال گذشته بیش از چند ده هزار شرکت عرض کنم ایرانی فقط در امارات ثبت شده و اینا خب سرمایه از ایران میفرستن اونجاها. و در میان کسانی که سرمایه خارج میکنند، مسئولان تراز اول خود این نظام هم وجود دارن. به این یه نکته دیگر هم اضافه کنم و اون اینکه اصولا در حسابهای ارزی دولت ایران شما اون به اصطلاح شفافیت رو نمیبینید. هر از گاهی اینجا اونجا از روی بانک مرکزی مطالبی گفته میشه، ولی در واقع بیلان داده بشود که ما وصولی ارزیمون چقدره، هزینه های ارزیمون چقدره، این مشخص نمیشود. ایران در واقع مجموعه درآمد ارزیش از مجموعه هزینه های ارزیش بیشتره، ولی یعنی از حدود 120-125 میلیارد دلار درآمد ارزی، واردات ایران در حدود 50-55 میلیارد دلار. در نتیجه باید زیادی داشته باشه، ولی تمامی این ارزها در دست دولت قرار نمیگیره، همه اینها وارد کشور نمیشه، برخی از اینا بدون نام و نشان در خارج گم میشن، صرف خرید و فروش املاک کشورهای خارجی نظیر ایتالیا و کانادا و آمریکا از طرف میشن. به این ترتیب در این زمینه اصولا شفافیت وجود نداره و حساب کتاب روشن نیست. یعنی ارقام بزرگش که آیا این رقم مثلا 100-150 میلیارد دلاری که در دوره اوباما به ایران وارد شده کجا رفته، کجا هزینه شده، حسابی از این در دست نیست. در نتیجه در این بلبشویی که پدید میاد، کسانی هم به بهانه انتقال پول برای مثلا فلان دولت خارجی برای سوریه به حسابهای شخصی خودشون پول واریز میکنن، در کشور خارج میکنن. خیلی ممنون آی دکتر. آی دکتر منصور، دستگاه ولایت فقیه و اصولگرایان یک صدا کوشیدن که خیزش دی ماه گذشته رو، خیزش مردمی رو، به مسائل معیشتی فرو بکاهند و بدی معیشت را به گردن دولت روحانی بیندازند. نظرتون چیه؟ این درسته؟ ببینید در این که بدی معیشت یکی از عوامل اصلی این حرکت بود تردید نیست. در این زمینه که کلی میشه باید صحبت کرد، ولی محدود کردن قضیه به مسئله معیشت در واقع عوض کردن صورت مسئله است. مردم به جایی رسیدند که دیگر به این نظام اعتماد ندارن،
به رهبری نظام اعتماد ندارند، نه از نظر مالی، نه از نظر سیاسی و استراتژیک تعیین راهبردها و نه از نظر اخلاقی. در زمینه هر کدوم از اینها نمونه هایی دیدن که این نظام به شدت شکست خورده است. در نتیجه این بی‌اعتمادی دلیل بزرگی این است که مردم تو خیابون میریزن و خواستار تغییر نظام میشن. حالا دستگاه خیلی حرفا زده و همه ارقام زد و نقیزش در خود ایران گفته شده قابل قبول نیست. در متجاوز از 80 شهر در چند روز تظاهرات شده، مردم شعارهایی دادن و این شعارهایی بسیار جدی، بعدن قبول کردن که اینا مردم بودن از خارج نبود. به این ترتیب محدود کردن این قضیه به مسئله معیشتی، جدا کردن این از قضیه فسادی که تمام بدنه نظام رو از اون صدر از حد رهبری تا پایینش گرفته، این غیر واقع بینان است. یعنی این نظام در درجه اول از نظر اخلاقی در نزد مردم مردوده، به این ترتیب به اصطلاح مشروعیتش از دست داده. حالا در این زمینه این همه جار و جنجال کردن، منکر شدن که آقا چنین چیزی نبوده، متهم کردن خارجی ها که اسرائیلی ها کردن، عربستان سعودی کرده، همه اینها آب در هاون گوبیدن. پس به این ترتیب معیشت رو علت اصلی خیزش مردم در دیما نمیشه دونست. ببینید خود این قضیه اینو نباید کوچیک کرد. مسئله این معیشت در کشوری که همه معتقدن کشور ثروتمندی است، ارقام هم نشون میده این کشور میتونه ثروتمند باشه. در این کشور شما وقتی 15 میلیون نفر زیر فقر مطلق دارید، خب این قابل تحمل نیست. مسئله بسیار بسیار اساسیه. من در نوشته‌ای که اخیراً دادم بیرون اونجا گفتم که این مسئله ما رو با پدیده بنگال مشابه میکنه. در بنگال چنین حالتی بود در 1943 بود که در بنگال حدود 3.5 میلیون نفر از گرسنگی مردند. چرا؟ برای اینکه نه اینکه فقیر بودند، نه اینکه غذا نبود، نه، غذا بود، همه چیز بود، مدام مردم قدرت خریدشون نداشتن. یه اقلیتی بودن که به هر قیمتی میتونستن بخرن، در نتیجه قیمتا بالا میرفت. یه اکثریتی بودن که اینا اصولا حاملان تقاضا نبودن، بلکه محتاجان، نیازمندان بیرون دیوار بازار بودن. در اینجا 3.5 میلیون نفر کشته شدن. این تحقیق رو آقای آمارتیا سن، اقتصاددان انگلیسی تبار هندی تبار انگلیسی، ایشون نوشت در یک کتاب بسیار جالب و برنده جایزه نوبل شد به خاطر همین کتاب. ولی نکته‌ای که عنوان کرده اینه که این قحط و قلا، این از میان رفتن مردم به علت فقر نبوده، درست به این خاطر بود که از فقر کندند به سوی توسعه رافت دادند. در جریان توسعه بازارهای امروزی پدید اومد، قیمتا طبق قوانین بازار در اونجا تشکیل شد و کسانی که قدرت خرید داشتن اقلیت بودن، اینا میتونستن بخرن، اکثریت پشت دیوار بازارها به عنوان محتاجان و تماشاگران باقی موندن و دوچار اون قحط و قلا و عرض کردن کشتار شد. به این ترتیب ایران یه چنین پدیده ای رو داره تجربه میکنه و اونایی که مانع اصلاحات ساختاری در ایران هستن، ایران رو چارنل به اون سو میبرند. در نتیجه شنیدن و خواندن این ارقام و آمار که تعداد عرض کنم فقرای زیر خط مطلق 10 میلیون نفر، 8 میلیون نفر، یعنی معنیش اینه که اینا نون شب ندارن. خب در کشور طبیعیست اینجا مقوله معیشت مقوله بسیار بسیار جدیست، ولی محدود کردن مسئله مقوله معیشت معنیش این است که ما از فسادی که در سطوح مالی، در سطوح سیاسی، در سطوح استراتژیک و راهبردی، در سطوح تعیین راه
توسعه مملکت و در سطوح اخلاقی دوچارش هستیم و نظام دوچارشه، دور این ما عرض کنم پارانتز بذاریم و فراموش کنیم. در واقع اونایی که قضیه رو میخوان معیشتی بکنن، هدفشون از میدان بیرون کردن این عوامل بسیار جدی است که مشروعیت نظام رو ازش سلب کرده. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر منصور، سال هاست که شایعه فوت قریب الوقوع آقای خامنه‌ای بر سر زبان هاست و سخن از تدارک دوران بعد از خامنه‌ای یا به قول بعضی پسا خامنه‌ای است. آیا بود و نبود خامنه‌ای تأثیر تعیین کننده‌ای در سرشت این نظام خواهد داشت؟ نکته بسیار اساسی است جناب مهری. ببینید، در تمام نظام‌هایی که رهبر دارن به این معنا، تکون خوردن رهبری نظام رو دچار تلاطم میکنه، نیروهای خفته سر بلند میکنه، در نتیجه اون اتفاقاتی که میفته زیاد قابل پیش بینی نیست، برخلاف جامعه آزاد و باز که در اونجا شما تمام جریان ها رو در صورت به صورت حزب های مختلف، جریان مختلف میبینید و میشناسید. این اون داره به قضیه است که بله، جابجا شدن رهبر تحولات جدی میتونه به دنبال داشته باشه، ولی این شایعه بیماری رهبر به نظر من این یکی از اون کارهای ساختگی و مهندسی شده است و عمدن از سوی خود دستگاه رهبری توضیح شده، پخش شده و پایمایی نداره. یعنی من این رو هیچ وقت باور نکردم. این یکی از شیوه های حکومت کردنه، برای اینکه به اپوزیسیون، به مخالفین بگن که سب کنید، خود رهبر در از میون میره. حالا چقدر موثر این نوع دارو و این نوع به اصطلاح داروی بی‌حسی مسئله دیگری است، ولی این به صورت عمدی گفته می شود و درست هم نیست. ولی این اتفاق به هر حال برای هر انسانی رخ میده. عرض کنم رهبر هم از این مسئله مستثنا نیست. اگر بدون هیچ گونه تدارک که ظاهرا دیده نمیشه ایشون از میدون پاشونو بیرون بکشن به هر دلیلی، در اینجا طبیعی است که تحولات که ممکنه رخ بده ممکنه ایجاب بکنه برخی فشارها رو، وارد شدن برخی نهادها رو، فعال شدن دستگاه امنیتی و سپاهی رو، و اینها نگران کننده است. طبیعی است که چشم انداز روشنی رو ترسیم نمی کنه. به این ترتیب کاش یه نحوه گذاری رو خود دستگاه میتونست پیش بینی بکنیم که در اونجا قضیه تعریف شده بود و ما از اون مشکلات نابیوسیده غیر قابل پیش بینی محذور بودیم. آی دکتر، آیا در نظام ولایت فقیه ظرفیت اصلاح رو مشاهده می کنید؟ آیا این نظام می تونه برای تأمین بقای خودش دست به یک سری اقدامات اصلاحی بزنه؟ اونی که تاکنون دیدیم جناب مهری پاسخ این سوال رو منفی می کنه. یعنی به نظر میاد که رهبری در سطوح بالا دوچار آن چیزی است که در مورد بیماری ها و مصائب گفته می شود مرحله انکار. ایشون در مرحله انکاره، گویی چنین اتفاقی در ایران نیفتاده و ایشون آخرین بیاناتشون نشان این می دهد که ظاهرا نظام اسلامی به کمال خود رسیده و نیازی هم به بهبود نداره و همین وضع مدینه فاضله است که آقایون سالها عرض کنم وعده شو کرده. خب با این ترتیب طبیعی است که نظام در بنبسته. از سوی دیگر خیلی ها ابراز نگرانی میکنن و به حق، تمام شاخصهای زنده و معنیدار نشان از بنبست میکنه، بنبست بین المللی. مثلا در حد سیاست خارجی، یکی از مواردی که باید مورد اصلاح سریع قرار بگیره
مسئله جهتگیری سیاست خارجی است. اخیراً جهتگیری رهبری در این زمینه چه بود؟ این بود که ما باید تکیه‌مون به شرق باشه، یعنی تکیه بیش از اینه که داریم به روسا و چینی ها. در نتیجه با دنیای غرب، یعنی با اروپا، آمریکا، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، تمام این کشورهای از کنم پیشرفته، ما باید با اینها در جبهه مخالف باشیم. علتش هم تاکنون برای ملت ایران روشن نشده که ما چرا با این کشورها دشمنیم. دلیل دشمنی ما با این کشورها، با اروپا، آمریکا چیست؟ رهبری همینطوری تعیین فرمودن و برای اینکه اینا رو تامین کنن روز به روز دنبال روسا راه رفتن و زندگی رو و در واقع مواضع حساس نظام رو به دست روسا سپردن و عرض کنم تا جایی که روسا حتی بدون اطلاع و اجازه اینا در اونجا برای خودش پایگاه نظامی درست کنه، بیاد نوژه رو تصرف کنه، از اونجا پرواز کنه و کارهای دیگه. و در همین وضع رهبری دوباره فرمان صادر کنند که جهتگیری سیاست خارجی ما باید به سوی شرق باشه. ملاحظه بفرمایید در این زمینا در هیچ کدوم ما قدمی به سوی اصلاح نمی‌بینیم. حتی طرح قضیه رو به صورت اعتراف که بله ما میدونیم در فلان زمینه ها اشکال وجود داره، نه، آنچنان بیان میکنن که انگار تمام دستگاه اداره کننده مملکت معاف از اشتباهات و معاف از این همه خطاها هستن و اینا رو یه دستای نامرئی کوچولو پدیده بردن، در حالی که پدیده واقعا ببینید مرگ یک شخصیت به صورت مرگ فیزیکی اهمیت زیادی نداره. همه ماها متولد شدیم، زندگی میکنیم و میمیریم. ولی ببینید برخی از مرگها مرگهای بسیار معنیدار و دردناکی هستند. یعنی یک شخصیت در جریان زندگی خودش تیکه تیکه قطعه قطعه میمیره. یه روز صداقتش در نظر مردم مورد سوال قرار میگیره. یک روز توانایی استراتژیک و راهبردیش در نزد مردم مورد تردید قرار میگه. یک روز صلاحیت اخلاقیش در دفاع از نوامیس مردم در نزد مردم مورد تردید قرار میگیره. در نتیجه تیکه تیکه این عوامل از مشروعیت اون شخصیت میکاهد، میکند و اون شخصیت بدل میشود به یک جسد متحرک. بدترین مرگ های اینه و در نهایت اینه که چنین شخصیتی در تاریخ نمونه‌های فراوانی ازشون داریم تبدیل میشن به جسدهای متحرکی که ضمن اینکه حرکت میکنن فقط عفونت رو با خودشون حمل میکنن و غالبا هم متاسفانه راه اصلاح رو خودشون نمیبینن و قبول نمیکنن تا به اون سرانجام بد برسن. آقای دکتر، روزنامه اعتدال در مورد کم آبی در ایران نوشته است از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود 35 سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم. در این 35 سال فقط 120 میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی 100,000 ساله که حدود 75% آبهای شیرین زیرزمینی بود را ما مصرف کردیم که حدود 75 میلیارد متر مکعب آن در 8 سال گذشته به تاراج رفته است. و این مقاله ایست که تا آخرش راجع به غارت آب در ایران. بله، مطالب از منابع متعدد گزارش شده، از منابع به هم مسئول کشورم گزارش شده. این درسته، ما در اون منطقه تقسیم مسئله آب همیشه جدی بوده. از این نظر هم میگه که اون ساختارهای قناتی که در ایران پدید اومده این ساختارهای نبوغامیزی بوده و کشور رو تیه هزاران سال به صورت منطقه اداره کرد و ایران دوچار قحط و قلای ناشی از کم آبی و فلان نبوده. در این 30-40 سال گذشته خب به دلایل بسیار متنوع
بد مصرف کردن آب، بد تعریف کردن سیاست توسعه و کشاورزی ایران. ببینید کشوری که در اونجا آب محدوده، باید نوع کشتزارش رو یه جور انتخاب بکنه که آب بر نباشن. در نتیجه چیزایی که آب بر نیستن تولید کنیم و چیزایی که آب برن وارد کنه. یعنی شما کیوی رو میتونید توسعه بدید، هندونه رو وارد کنید و صدها نمونه اینا رو میشه تنظیم کرد. این از نظر سیاست غلط کشاورزی که دنبال مفهوم کذایی و نادرست خودکفایی در کشاورزی میگرده که هیچ وقت اونجا نمیرسه. این یکی از عواملش. بعد مقوله سدسازی ها بدون تعریف، سدسازی هایی که موجب شدن که رودخانه ها از اون مسیر تاریخیشون منحرف بشن، در حوضچه های جمع بشن، از اون حوضچه ها به سرزمین ها و به زمین های مخصوص صاحبان قدرت هدایت بشن، در نتیجه به اون دریاچه های خودشون نرسن، دریاچه تبدیل به هامون بشود، خشک بشود و زمین هایی که در مسیرش مشروب میشدن اینا خشک ببانن. این از عوامل بود. بد مصرف کردن آب که حیف و میلش در تمام سطوح، عمده ترینش در بخش کشاورزی حیف و میل. بعد حیف و میل های نوعی دیگر در داخل شهر، قنقد ندونستن آب از نخوا، بدون آموزش، بدون قیمتگذاری درست روی آب. به این ترتیب شما میتونید عواملش تعریف کنید و بشمارید. ولی درسته مسئله آب تبدیل شده به یکی از مسائل بسیار جدی و تهدید کننده وجود و تمدن ایرانی در 5 سال، 10 سال، 15 سال آینده. به این ترتیبی که مسئله بسیار عاجل ما مسئله آبه. به این اضافه کنید مسئله خاک رو که کمتر از اون اهمیت نداره، برای تشکیل چند سانتیمتر، 2 سانتیمتر فقط خاک قابل کشت نیازمند 100 سالها عمره تشکیل نمیشه. اینا میان این زمین ها رو همینطوری عرض کنم، از روی زمین ها رو جمع میکنند، صادر میکنند به کشورهای خارج. در نتیجه خاک مونه خاک مرده و نازاست. شما در این زمین اسناد فراوان دارید، گزارش فراوان دارید. به این ترتیب اونی که از میون میره در واقع پایه اجتماعی تولیده که برد از آب و خاک و هوا اینا دارن فرسوده میشن. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. وقت ما به پایان رسید. اجازه بدهید که در فرصت دیگری پرسش‌های اقتصادی در واقع حیاتی رو باز هم از جناب عالی پرسش کنیم. خیلی ممنون. خوش. با سپاس از شما همیهنان عزیز که به این برنامه توجه فرمودید و با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر.